نشست علمی روزانه آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 21 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمى شیرازی در رابطه با حکم نمازی که به دلیل بلند بودن ناخن پا انگشت پا به زمین نمی‌رسد فرمودند: اگر چنین شخصی سالها نماز را به این صورت بخواند، جماعتی از فقها به دلیل دقت گفتند که نماز این شخص باطل است، اما از نظر علمی معلوم نیست که باطل باشد، لذا باید آن فتوا را احتیاط تلقی کرد. معظم الله در تشریح علمی این مسئله فرمودند: قاعده تحت عنوان لوکان لبان وجود دارد که سه مقدمه دارد و فقها به آن استناد می کنند و بر مبنای این قاعده بر اساس قیاس استثنایی در برخی موارد و با قیود خاص می توان از عدم شیوع و فراگیری یک حکم دریافت که مقصود شارع چیز دیگری است. ایشان در رابطه با تطبیق این قاعده با مسئله مذکور فرمودند: به نظر من این قاعده در اینجا هم صدق می کند، یعنی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشرکانی که مسلمان شده این گونه نبوده که همان که همه آنها ناخن پای خود را گرفته باشند و انگشت پای آنها در سجده به زمین برسد، لذا اگر بنا بود نماز کسی که ناخن او بیش از حد بلند بوده باطل باشد، حتما این مسئله ذکر می شد و چون ذکر نشده بنابراین اشکالی ندارد. آیت الله العظمى شیرازی در ادامه فرمودند: لذا از باب قاعده لوکان لبان می توان گفت نماز چنین شخصی بر اساس بحث علمی باطل نیست، اما در مقام فتوا از باب احتیاط چنین نظری دادند، اما قاعده این است که اگر فتوا داده شده که چنین شخصی باید نمازهای خود را ولو سالها به این صورت خوانده قضا کند، بایستی این را از باب احتیاط در نظر گرفت، چون علل ظاهر قاعده لوکان لبان در چنین مواردی جاری می شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. چرا؟ عضوه اما ظاهر عدله اینه که باید سر انگوشت نه ناخون رو زمین گذاشته بشه. ظاهر روایات اینه که سر انگوشت نه ناخون. اگر ناخون خیلی بلند بود که جزو هست، اما دلیلی که میگه در یسجد علی سبعت اعظام، ناخون عظم که نیست، ناخون یه چیز اضافه بر عظم انگشتای پاس. گفتن این باید عظم نیست، ناخون ناخونه، بهش نمیگن استخوان. نه آخر تو روایت داره از سجود علی سبعت اعظام، اعظام پیشانی عظمه، استخانه، دست عظمه، استخانه، زانوها عظمه، استخانه، انگشتای پا استخانه، روش یک پوسته گوشت هست، اما ناخونه که عظم نمیگن بهش. لهذا اینایی که گفتن نمازش باطله از نظر دقی درسته، فقط عرض بنده اینه از باب لوکان لبان میشه گفت مسلم نی که نمازش باطل باشه.